بچه ها، همونطور که میدونین ما بالاخره امسال تونستیم موزه ماهی تپه رو بازگشایی کنیم، اونم به لطف پیر ماهی که بخش زیادی از اشیای به سرقت رفته رو کشف کرد و به ماهی تپه برگردیم. فقط حواستون باشه که به چیزی دست نزنیم. اگه سوالی نیست گردشمون رو شروع کنیم. خانم اجازه، اینجا به جز تابلو و مجسمه چیز دیگه ای هم هست؟ بله، یه سری خوراکی تاریخی هم هست متعلق به دوران پیرین ماهیا. گزشون فقط یه نمونه باقی مونده و اونم جلبک رشته‌ای با سس صدفیه که ما هنوز نتونستیم کشف کنیم چرا تا الان سالم مونده. سیبیلو، حتی فکر خوردنشم نکن. مامان من خیلی رو وسایل موزه حساسه. سیبیل ماهی عقب نیفتی، اول قراره گنجای سیبیل ماهی ها رو ببینی، بیا دیگه. آره دیگه. بچه ها، همونطور که میدونین سیبیل ماهی ها در ابتدا به نام ابرو ماهی شناخته میشدن و کم کم طی جهش ژنتیکی به سیبیل ماهی تبدیل شد. خنده نداره که، چرا میخندی؟ از چیز ماهی ها بهترین که تا قبل از کشف بر پولیس ماهی بودن. البته که فانوس ماهی از ابرو ماهی بهتر بوده، قطعا بهتره. خانم جیز ماهی، چیزی از قهرمانه تاریخی یا میراث سیبیل ماهی هم اینجا داریم؟ بله بله، برای مثال زره جنگی فرمانده سیبیلیو که در جنگ دره پلنگی سپاه شمشیر ماهی ها رو شکست داد. البته خانم جیز ماهی، بچه ها به خاطر اینکه هنوز پیر ماهی از سفر برنگشته درس تاریخشون رو شروع نکردن و از این موضوع اطلاعی ندارن. بله بله، ولی به هر حال فکر میکنم اینجوری برای شروع کلاس تاریخ بیشتر آماده میشن. کاملا درسته. به هر حال همیشه پای یک سیبیل ماهی در میان است. بله که در میونه فرمانده سیبیلیو. خب بچه ها، بریم سراغ سالن بعدی. اینجا سالن جیز ماهی است که همونطور که دوستتون گفت در ابتدا فانوس ماهی بودن، یعنی رو سرشون به جای برق آتیش داشتن. پدر بزرگای من هر وقت میرفتن شکار دو تا فانوس ماهی برای روشن کردن آتیش با خودشون میبردن. آره دیگه. خب ببخشید، من اصلا کلوچه میخورم که حرف نزنم. خوراکی؟ تو موزه؟ فقط اگه یه تار سیبیل رو زمین بیفته. لطفاً ادامه بدین. بله، همونطور که میگفتم جیز ماهی از قدیم به تکنولوژی و اکتشاف علاقه داشتن و در حقیقت جیز کاشف ماهی اولین ماهی بود که ماهی تپه رو کشف کرد. به همین خاطر جیز ماهی اولین ساکنین ماهی تپه بودن. ببخشید، مگه قول ماهی ها نبودن که اینجا رو کشف کردن؟ نه، در حقیقت هرچند قول ماهی ها و جیز ماهی از نظر زیستی به نوعی از یه ریشه هستن، اما سالها بعد تنها تعدادی از قول ماهی از سرزمین های شمالی به ماهی تپه مهاجرت کردن. برای همینم تو موزه هیچ اثری از اجداد قول ماهی ها نداریم. ناراحت نباش دیوی جان. خب بریم سالن بعدی. بله، این بخش به ماهی های بادکنکی اختصاص داره. این گونه ماهی ها از بزرگترین مغز در بین ماهی های اقیانوس جنوبی برخوردارن و به همین علت همیشه دانشمندان بزرگی تو این نسل وجود داشته. همونطور که میبینین بیشتر آثاری که از اجداد این ماهی ها باقی مونده مربوط به اکتشافات علمی و اختراعات خارق‌العاده است.
چقدر جالب. حالا بریم سراغ بخش آخر موزه. دنبالم بیاین. و اما بخش آخر که گنجینه هنری ماهی تپه است. گنجینه ار ماهی ها. آره دیگه. ار ماهی ها همیشه هنرمندان بزرگی بودن. کی تا حالا اسم ار ماهی بهزادو شنیده؟ ممکنه یه ذره دربارش برای دوستا توضیح بدی؟ بله البته. ار ماهی بهزاد بزرگترین هنرمند تاریخ ماهی تپه بوده که مجسمه همبستگی ماهی ها رو میسازه. همینطور ایشون کسیه که موفق میشه گنجینه کلاها رو به وجود بیاره و اونا رو بسازه. البته نمیتونه کلاه شکست‌ناپذیر رو تکمیل کنه. هرچند بعضیا معتقدن که این کلاه ساخته و همینطور دزدیده شده. آفرین پسرم. و اما بچه‌ها، مسابقه این مرحله مسابقه هنره و کاری که باید انجام بدین اینه که یه مجسمه کوچیک از روی مجسمه همبستگی ماهی یا بسازید. حالا وقتشه که از خانم جیز ماهی به خاطر توضیحاتشون تشکر کنید و برید به سمت خونه هاتون. خیلی ممنون خانم جیز ماهی. خواهش میکنم بچه‌ها، خیلی خوش اومدین. بیا برید ببینم. بچه ها، من یه روزی میشم جنرال سیبیلیو. حالا ببینید دیگه. چرا که نه، من مطمئنم اگه بخوای میتونی. پس تو هم باید بشه اره ماهی بهزاد دوم. حتی از اونم بهتر میشه. من مطمئنم اره ماهی تو این مرحله از مسابقه برنده میشه. دیف ماهی، تو هم میشه اولی ماهی از نسل گوی ماهی ها که یکی از کارش فایده موزه میشه. آره، میتونم یه غذای تاریخ ساز درست کنم. ببین دیو ماهی، شکم من بزرگتری موزه جهانه. بده من اون غذای تاریخی رو بخورم. بچه ها، من زودتر میرم خونه. میخوام روی مجسمه کار کنم. پدرم گفته کمکم میکنه تا با جوشکاری مجسمه رو بسازیم. خداحافظ. خداحافظ. منم میرم مجسمه رو با خمیر کلوچه بسازم. خداحافظ. خداحافظ. منم برم که به مشقام برسم. خداحافظ بچه. خداحافظ ماهی. ماهی بادکنکی، من میخوام برم پشت خونه پیرغول ماهی چوب درخت پیچکی بیارم که مجسمه رو بسازم. اگه دوست داری بیا با هم بریم. چقدر عالی، بسن بریم. خودشه. من برم سراغ درخت. منم باهات میام. جریان آب به سمت اسقاط تپه است. باید امیدوار باشیم که حبابا بهش برسه. ولی حبابای ما از بین این نرده ها رد نمیشه. فهمیدم. باید نینی بال پیام بفرسته. حبابای اون کوچیکترن. دیف ماهی کمک، ما دم خونه پیرغول ماهی که افتادیم. دیف ماهی کمک. دیف ماهی کمک، ما دم خونه پیرغول ماهی گیر افتادیم. دیو ماهی کمک. الان هست که دیگه دیو ماهی برسه. نگران نباشید بچه ها. آره حق با توه، ولی اینجوری فرصت نمی کنیم مجسمه رو بسازیم. با کمک همدیگه این کارو میکنیم، ولی فقط میتونیم یه دونه بسازیم که اون مال توه. نه نه، تو مسابقه قبلی هم به خاطر نجات سیبیل ماهی از دست دادی. همین الانم تو رده بندی حسابی رتبت اومده پایین. دیگه نمیخواد این مرحله رو از دست بدی. مهم نیست کی برنده بشه. من از این مسابقه چیزای زیادی یاد گرفتم. همین که تو بتونی برنده بشی برای من بهترین جایزه است. سلام بچه، الان درتون میارم، نگران نباشید. آفرش. ممنون. سلام و وقت بخیر.
تا لحظات دیگه نتایج بررسی مجسمه‌های بچه‌ها از دفتر مرکزی مسابقات مخابره و از تلویزیون مقابل مدرسه پخش میشه. برای بچه‌های مدرسه‌مون بهترینا رو آرزو می‌کنیم. چی شد سیبیلو؟ سیبیل ماهی کسب رتبه 398 بین 500 شرکت کننده. نباید مجسمه رو گاز می‌زدم. جیز ماهی کسب رتبه 117 بین 500 شرکت کننده. ار ماهی کسب رتبه اول بین 500 شرکت کننده. آفرین ار ماهی، آفرین. ممنون از تو ماهی بادکنکی، ممنونم. نفر اول این مسابقه ار ماهی از مدرسه ماهی تپه است. تبریک به همه اهالی ماهی تپه.